درود بر شما همراهان ایندیپندنت فارسی. صفبندی سیاسی در سال 57 تفاوت‌ها و تشابهاتش با صفبندی سیاسی در امروز. این سوال را از آقای عبدالرضا احمدی کمیته اجرایی حزب ایران نوین می‌پرسم. خوش آمدید آقای احمدی. شما بفرمایید از نظر شما تفاوت‌ها و تشابهات صفبندی سیاسی امروز با سال 57 چیه؟ بله، درود به شما و بینندگانتون. من میتونم به لحاظ ماهوی بگم که تغییر عمده‌ای بین صفبندی سیاسی کرده، به اون معنا که اگر صفبندی 57 رو از طیف اسلامگراها و کمونیست ها بدونیم، امروز صفبندی سیاسی رو هویتش رو میتونیم لیبرالیسم میدونیم. اما در این در واقع ماهویت و در ساختار که اپوزیسیون رو شکل میدن، خب اون دوران میشه گفت که اپوزیسیون برآمده بود، یعنی اپوزیسیونی که حالا در مدیا و در رسانه شناخته میشد یک اپوزیسیون برآمده از همون صفبندی بود. اما الان به نظر من هنوز برای اینکه یک اپوزیسیون حداکثری داشته باشیم، جای جریان‌های سیاسی غالب مثل جریان راست نیست. ما به طور مثال در حزب ایران نوین یک مثلث همگرایی رو وصف کردیم برای اینکه بتونه کمک کنه به اپوزیسیون، که خب یک رأسش رو وکیل ملت قرار دادیم به زعم ما که حق مردم است انتخاب میکنن. طرف دیگه چهرهای سیاسی و چهرهای ملی میتونن باشن برای همصدایی، حالا چهرهای مخالف نظام شناخته میشن. اما یک طرف دیگه باید طیفی از احزاب وجود داشته باشه که اینجا به نظرم میشود در مورد جریان‌های سیاسی که من فکر میکنم جریان‌های ایرانگرا و راستگرا حد اکثری هستن، اونم به زعم بسیاری از نظرسنجی ها و به نوعی در واقع انقلاب فعلی رو هم میتونیم یک انقلابی در انقلاب 57 بدیم، که به هر حال گفتم چون ماهوی به لحاظ هویتی این جریان سیاسی متفاوتن، میشه یک الگوی مناسب برای اپوزیسیون داشت که اگر چنین چیزی شکل بگیره به نظرم به لحاظ ساختاری هم یک الگوی موفق برای اپوزیسیون شکل میگیره. شما در همین صحبتاتون اشاره کردید به اینکه انقلاب امروز انقلابی در انقلاب 57. به نظر شما چرا بعد از 44 سال هنوز انقلاب سال 57 در ذهن و ضمیر ایرانیان باقی مونده و چقدر تاثیر داره واقعا همونطور که شما دارید میگید در این انقلابی که الان قرار در ایران رخ بده و در حال رخ دادن؟ ببینید، انقلاب 57 از جنس یک حرکت ضد مدرن بود به اون تعبیر که ما سامانه دولت و مردم رو در عصر مشروطه میدیدیم که وجود داره. اما یک طیفی که خب بنیادش بیشتر اسلامگرا بود و خب در دنباله بود حزب توده بود، این بنیاد آمد و تمام این سازوکار، این رابطه بین دولت و مردم رو به کل از بین بود و نه تنها به لحاظ هویت سیاسی خواست که ایرانی ها رو عقیم کنه که خب سامانه جمهوری رو علم کرد، هویت فرهنگی ایرانی ها رو هم در واقع مورد هجم قرار داد، که برای اینکه اون تعبیری که البته در ذیل امت میشه، در ذیل کمون یا اون جامعه نهایی کمونیسم میشه، به همین خاطر این چون در تضاد بود با فرهنگ ایرانی، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ تاریخی فرهنگی، میشه این انقلاب مدرن امروز و انقلاب مدرن ایرانی رو یک جوابی در جواب انقلاب 57 دونست، که به حالا تعبیری انقلاب در انقلاب دانست، که ماحصل این انقلاب، چون همونجور که در سال قبلی گفتم به لحاظ هویتی هم متفاوت است و در مقابل گفتمان 57 قرار گرفته، میشه پس به یک نوعی گفت که انقلاب مدرن سودای امپریالیست جهان ستیزی نداره، سوداش بهینه‌سازی، کاهش رنج زندگی و آوردن لذت در واقع و تنوع پذیری در سبک زندگی به عنوان یک شهروند رو در خودش داره.
ای برای شما نقطه مقابل انقلابی که در سال 57 اتفاق افتاد؟ بله گفتم به نظرم دقیقا یک جریانی است ضد انقلاب و به نوعی میخواد که دوباره بین دولت و مردم یک رابطه ای رو برقرار کنه. در واقع اون شکافی که در این 40 سال به واسطه این حجمه به واسطه این شورش به وجود اومده بود میخواد این رو دوباره ترمیم بده و دوباره ما یک رابطه ای بین دولت و ملت داشته باشیم، به آن معنی که دولت برآمده از ملت خواهد بود و آنچه که دولت تصمیم میگیره در راستای منافع ملی نه که یک منافع ایدئولوژیک یا منافع گروه خاصی باشه، نه در راستای منافع ملی، برای اینکه اون دولت برآمده از ملت است و کاری نمیکنه جز خدمت رسانی به ملتش. بله آقای احمدی، محمد رضا شاه پهلوی در مصاحبه مشهوری که در تبعید انجام داد از یک اکثریت خاموش سخن گفت، اکثریتی که حامی ایشون بودن اما سکوت کردن. به نظر میاد این اکثریت خاموش امروز هم احتمالاً در ایران وجود دارن و اونها به هر حال با سکوتشون نقش تعیین کننده ای رو ظاهراً ایفا میکنن. شما تحلیلتون چیه؟ آیا تحلیل آخرین پادشاه ایران درست بوده و آیا این منطبقه با اتفاقاتی که امروز در ایران داره میفته این تحلیل؟ بله من با قسمت اول موافقم. بله آنچه که اکثریت خاموش ایشان تعبیر کردن به نظرم تعبیر درستی بودن، برای اینکه ما اکثریت انقلابیونمون از بدنه بود که اون بدنه پول مردم رو گرفته بود در قالب بورسیه، در قالب دانشجو داشت در اروپا و امریکا زندگی میکرد و آمد همدست شد با اون قسمت سنت، قسمت اسلامگرا و هجوم آورد. که خب الان هم وقتی از هر کدومشون میپرسی یا میگه عقلمون نرسیده یا میگه که چه میدونم شاه فقید چرا اجازه داده که آزادی مذهب باشه یا چرا شاه فقید ما رو نفرستاده به سیبری، یه چنین تعابیری میکنن. اما ماهیت این داستان رو وقتی که دنبال میکنید میبینید که اون اکثریت خاموش که خب بدنه کارگر بوده، بدنه کشاورز بوده، بدنه جامعه بوده، خاموش بوده. اما این خاموش بودن نه به عمد، در واقع به سهم، برای اینکه خب هنوز اون بافت و اون ساختاری که بتواند بین اینها رابطه برقرار کنه، اینها رو سازماندهی کنه، وجود نداشته. کما اینکه در اواخر دوران 57 زمان بختیار به یک نوعی میدیدید که یک سازماندهی بود برای اینکه جلوی جریان رو بگیرن، اما خب دیگه به اون دوران در واقع خیلی دیر بود. اما در این طرف در سال در این اکنون من معتقد نیستم به اینکه ما اکثریت خاموش داریم، اتفاقا اکثریت آگاه داریم، اکثریت روشن داریم در قبال یک اقلیت خاموش. اون اقلیت خاموش همونیست که بر برقرار بدنه قدرت و هسته مرکزی قدرت دستشه، اما در نقطه مقابل یک اکثریتی داریم. و از اونجایی که من حالا در همون هفته‌های اول شروع انقلاب از البته که 95 نشانه های انقلاب شکل گرفت، اما از هفته اول من انقلاب رو یک ماراتون می دیدم، یعنی یک چیزیست که به صورت فرسایشی حاکمیت رو از بین می بره، نه به صورت دفعی دفعت به صورت ضربتی. برای خاطر من نمیتونم بگم که حالا یک اکثریت به معنا اکثریت مردم در صحنه نیستن، به صحنه اضافه خواهند شد و نشانه هاش هم زیاده، از جمله همین بیانیه که موسوی داد، اون یک سیگنال مهم میدرش داشت و اون نشون میداد که سیستم جمهوری اسلامی به نوعی پذیرفته و این پذیرفتن و آن معناست که خب اونا دارن اونا هم جامعه رو رسد بکنن. نشون میده که اتفاقا اکثریت خاموش نیست، اکثریت داره به صورت زنده و مداوم و مستمر داره به جمهوری اسلامی ضربه میزنه و خوشبختانه ما اکثریت خاموش امروز آقای احمدی، به نظر شما شکاف‌های تاریخی در تاریخ معاصر ایران چند اندازه در نزاع‌های سیاسی که امروز در ایران ما می‌بینیم تأثیر داره؟ بله من به نظرم تأثیر داره. به عنوان مثال من میتونم نواب صفوی رو بگم که خب برآمده از سنت بود و بعد با اون گروهش به تجدد در واقع حمله کرد و یک
بعدن همین انقلاب 57 از دل همون نزاع برآمد. امروز هم به نظرم همونجوری که در سوال قبل گفتم یک شکافی بین دولت و ملت هست و این رویکرد مردم برای در واقع این شکاف رو ترمیم کردن رو شما خود امروز به صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید. مثلا همین دو سه روز اخیر یک چیزی مثل ننگ بر فتنه 57 نشون میده که مردم آگاهانه می‌دانند که یک گفتمانی بین حاکمیت، بین دولت ملی و مردم یک شکافی ایجاد کرده و خب از سال 95 می‌شد این رو رصد کرد و به نظرم اینجا هم در واقع تولد انقلاب به نفع مردم، البته نه مثل 57 به نفع یک طبقه، در انقلاب نو به نفع مردم موفق خواهد شد. خیلی متشکرم آقای احمدی از وقتی که در اختیار ما گذاشتید برای این مصاحبه و ممنون از شما که با ما در این مصاحبه همراهی کردید و گوش کردید.